راجع به داستانیش که شروعش از خاطرات و صحبتهایی است که با جناب دکتر لطف‌الله حکیم داشتم. در نقشه 6 ساله تبلیغ و مهاجرت در انگلستان که همزمان با نقشه 2 افسر امریکا بود، در اواخر نقشه محفل ملی انگلستان متوجه شد که یه چند تا از اهداف باقی مونده و دیگه کسی رو ندارن که به اون نقاط بفرستن، چون دستور حضرت ولی امرالله این بود که در اون نقشه 6 ساله در هر ایالت انگلستان یک محفل روحانی تشکیل بشه و 2 نقطه که باقی مونده بود، یکی ناتینگام بود، یکی شفیلد. محفل ملی انگلستان از حضور حضرت ولی امرالله اجازه خواست که اجازه بدن که احبای ایران اگر مایل هستن بیان و کمک بکنن که این نقشه تموم، چون چند ماهی به آخر نقشه بیشتر باقی نمونده بود. حضرت ولی امرالله اجازه دادن. محفل ملی انگلستان هم به محفل ملی ایران اطلاع داد و این خبر در بین احبا پخش شده بود. بنده و مهندس حبیب‌الله هزاری که از دوستای من بود و فکر داشتیم که برای تحصیل بریم به انگلستان. البته من اون موقع اتفاقا یک فرصتی هم برام پیدا شده بود که برم به هندوستان و محفل ملی هندوستان. از حضرت ولی امرالله سوال کرده بودن که برای اون پست اداره مدرسه 5 گینیم من برم اونجا یا نه، و ایشون تایید کرده بودن. ما مونده بودیم در این جریان. 2 مرتبه محفل انگلستان از حضرت ولی امرالله سوال کردن، فرمودن که ما بریم به انگلستان. برای اینکه برای اون دستور ما رفتیم. یه 2 ماه مونده بود که نقشه تموم بشه و وقتی رفتیم اونجا در لجنه مهاجرت گفتن که ما 2 جا الان فوری لازم داریم، یکی شفیلد یکی ناتینگام. آقای مهندس هزاری شفیلد رو انتخاب کرد، منم ناتینگام رو، و با مشورت سرپرست دانشجویان در انگلستان من اول رفتم دانشگاه ناتینگام اس نوشتم و بعدش اتفاقا یکی از اعضای محفل روحانی ادینبرو قصد مسافرت داشت برای مهاجرت به افریقا، یه همچی چیزی یادم نیست، در حال اونجا محفلش کسری پیدا کرد، به من دستور دادن که تو از ناتینگام برو به ادینبرو. منم اقدام کردم، اونجا منو پذیرفتن و رفتم. اتفاقا در اون موقع جناب دکتر لطف‌الله حکیم که ایشون هم با تصویب حضرت ولی امرالله یا شاید به اشاره از ولی امرالله برای اجرای نقشه 6 ساله به انگلستان اومده بودن و در اون موقع ایشون و پسرشون در ادینبرو بودن و جناب لطف‌الله حکیم عضو محفل روحانی ادینبرو بود. من وقتی رسیدم اونجا شدم عضو 9 محفل. از ناتینگام به ادینبرو در دانشگاه ادینبرو منو پذیرفتن برای تحصیلات دوره دکترا در روانشناسی و تعلیم تربیت. اونجا با جناب دکتر حکیم هم عضو در محفل روحانی شدیم، بنابراین خیلی با هم معاشر بودیم. تابستون تعطیل مدارس شروع شد، چون بعد از عید رضوان دیگه نقشه تموم شد و همه محافل تشکیل شده بود. جناب دکتر حکیم عادت داشت که زهرا می اومد در این وسط شهر ادینبرو، یک پارک خیلی بزرگی هست مثل دره مانند گل و گیاه داره، اینا نیمکت هایی داره که میشینن استفاده میکنن. دکتر حکیم می اومد زهرا اونجا میشست یه ساندویچ چیزی بخوره، منم میرفتم میشستم با هم صحبت میکردیم. هر روز زهر با هم صحبت میکردیم. ایشون برای من تعریف کرد، گفت که من وقتی که حضور حضرت عبدالبها مشرف بودم، ایشون 2 بار در زندگیش در حیفا زندگی کرده بود، دفعه دومش بعد از این بود که حضرت عبدالبها از سفر اروپا به امریکا مراجعت کرده بودند.
گفت که من اون موقع یک دوربین بهشون میگفتن باکس، دوربین های قدیمی بود، گفت یکی از این دوربین ها داشتم و سرگرمیم و علاقم این بود که از حضرت عبدالبها عکس بردارم. بنابراین این همراه من بود، هر جا هیکل مبارک رو میدیدم از دور عکس برمیداشتم. و حضرت عبدالبها به شوخی و هیبا میفرمودن که این لطف الله علاقه داره من رو تو این قوطی بذاره، دائم من رو تو این قوطی میذاره. گفتش که در اثر این کار من چند هزار عکس از حضرت عبدالبها در حالتهای مختلف برداشته بودم، اینا رو داشتم. علاوه بر اون حضرت عبدالبها شبا وقتی احبا جمع می شدن، به نظرم دوره جنگ بوده، چون اینجور که از یاد داشته ایشون معلوم از صحبتهایی که می کردن، گفت که شبا حضرت عبدالبها می مدن برای احبا صحبت کنن، فرمودن که من می خوام برای شما شرح گرفتاری های جمال مبارک رو بگم. بنابراین این داستان رو شروع کردن، ولی هر شب یه تیکش رو بیان میکردن، میفرمودن بقیه شب بعد. و من از اول شروع کردم، هر چی ایشون میفرمودن یادداشت میکردم، توی کتابچه عینن مینوشتم، میومدم منزل اون رو توی کتابچه دیگه پاکنویس میکردم. تا این سری بیانات از عبدالبها راجع به شرح مصائب و گرفتاری های جمال مبارک به پایان رسید. دو تا کتابچه بود، من یه چمدون داشتم که در این چمدون اون عکس ها رو گذاشته بودم و این دو تا کتابچه رو، و این چمدون توی انبار منزل ما بود در تهران. بعد ایشون برگشته بودن و در تهران مطب داشتن و اینا، گفتن که ما یه نوکری داشتیم که اون چون این در این چمدون قفل بود، اون خیال میکرد که این چیز خیلی مهمیه و بالاخره اینو دزدید و فرار کرد. خیال کرده بود که چیز خیلی گران قیمت مهمیه و لابد میره باز میکنه میبینه که مقدار عکس و کتابچه و کاغذ درش میبنده. این قصه رو جناب دکتر حکیم در حدود سال 1950 برای من تعریف کردن که راجع به اینکه همچی چیزی اتفاق افتاده. همون موقع از حضرت ولی امرالله دستور رسید به ایشون، تلگراف کردن که حرکت کنه به حیفا، که بعد دیگه داستانش هست که منشی فارسی حضرت ولی امرالله و عضو شورای بین المللی و به اعتراض در زمان اینا شد. ایشون رفتن به حیفا و منم بعد از مدتی به علت جریانات نفت که پیش اومد و عرض دانشجویی قطع شده بود اینا، برگشتم اومدم ایران. حالا این کاری نداریم. از این قضیه چندین سال گذشت و بعد اتفاقا تصادف روزگار، منم منصوب شده بودم به هیئت مشاورین قاره‌ای و دفتر ما در شرکت دونهالان طبقه دوم دفتر مشاورین اونجا بود، من اونجا روزا کار میکردم. یه روز از اونجا اومده بودم دفتر جناب هادی رحمانی، در اونجا آقای حشمت‌الله عزیزی که من ایشون رو در هنگ کنگ خیلی میدیدم، در سفرهایی که میکردم با هم آشنا بودیم، ایشون اومد نشست برای ما و گفت که من چون شرکت نونهالان تو خیابان ارباب جمشید بود و ایشون توی خیابان فردوسی نزدیک خیابان ارباب جمشید یک حجره‌ای گرفته بود بالای یه مغازه سمساری، کارش این بود که قالی‌های آنتیک رو، قالی‌های قدیمی رو می‌خرید و می‌فرستاد به هنگ کنگ. گفت که این سمساری که زیر دفتر من هست، به من گفتش که یه چمدونی آوردن به من دادن جز به اساسیه که از یک منزلی می‌فروختن که خیال می‌کنم برای شماها جالب باشه. منم رفتم نگاه کردم، دیدم که یه مقدار زیادی عکس‌های حضرت عبدالبها و دو تا کتابچه خطی. تا اینا گفت من یادم افتاد از داستان دکتر لطف‌الله، گفتم اینو فوری به هر قیمتی شده بگیر بیار. رفت و اینو حالا نمیدونم پولی داد یا لابد یه پولی داد و گرفت آورد. دیدیم که همون چمدونه و اون دوتا کتابچه هم توشه. اینا رو فرستادیم به ارزاقدس. این کتابچه ها هم نسخه اولی بود که
در خود جلسه یادداشت کرده بود، هم اون که پاک نویس کرده بود. و این شامل داستان یا تاریخچه صدمات حضرت بهاءالله بود که حضرت عبدالبها بیان کرده بودند، به اضافه تمام عکسایی که دکتر لطف‌الله حکیم از حضرت عبدالبها برداشته بود. و اینم یه کار دیگه یاد غیبی از تأییدات الهیه و بله اراده حق. بله خیلی ممنون.